با عرض سلام مصاحب صاحب شکیب شما را به شنیدن خلاصه از مهمترین اخبار امروز دوازده همه ماه آگوست سال 2024 دعوت می از انفجار کشنده در غرب کابل گزارش شده و مقامات طالبان گفتند که در اثر آن در یک موتر مسافربری شهری در منطقه دشت برچی یک نفر کشته و یازده نفر دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گفت این انفجار با استفاده از یک ماین چسبکی صورت گرفته و همه قربانیان آن مردم غیر نظامی بودند. هیچ کس تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته ولی در گذشته داعش مسئولیت این گونه حملات را به دوش گرفته است. حزب گرینز یا سبزها حکومت فدرالی استرالیا را به دلیل عدم تمایل آنها به مذاکره در مورد مقررات مربوط به مردمی که از بحران مسکن رنج میبرند مورد انتقاد قرار داده است کلر اونیل وزیر جدید مسکن سیاست های پیشنهادی حزب گرینز مانند متوقف شدن بلند رفتن کرایه و افزایش بودجه برای ساختن خانه های آمه را رد کرده است. این در حال است که بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود به پیمانه 4.37 فیصد باقی خواهد ماند و کاهش نخواهد یافت که این فشار را بر صاحبان خانه و کرایه نشینان افزایش می دهد. یک گزارش جدید نشان می دهد که تعداد استرالیایی های بیمار لایلاج که ترجیح می دهند با مرگ داوطلبانه به زندگیشان پایان دهند کم و بین 0.5 تا 1.6 فیصد همه مرگ ها است. اما این گزارش مؤسسه خیریه گو جنتل استرالیا همچنان یادآور شده که تقاضاها در حال افزایش بوده و تعداد از موانع در راه دسترسی به این گونه مرک ها به شمول تشویق متخصین صحت به انجام دادن آموزش در مورد کمک در مرگ داوطلبانه با غرامت عادلانه هنوز موجودند. لیندا سوان مدیر اجرایوی این سازمان خیریه میگوید شواهد نشان میدهند که این سیستم هدف فراهم شدن کمک مهربانانه و دقیق از جانب متخصصین سیهی را برآورده می سازد اما بخش های از این روند می تواند برای کسانی که در مناطق دورافتاده یا روستایی زندگی می کنند بهبود داده شود در حالی که نیروهای اسرائیل سومین عملیات نظامی خود از ماه اکتبر سال گذشته به این سو در شهر خانینوس در جنوب غزه را انجام می دهند، باز هم دستور تخلیه این شهر را صادر کرده هند. اداره پناهندگان فلسطینی ملل متحد می گوید که بیش از هفتاد و پنج هزار فلسطینی در جنوب غزه در چند روز گذشته مجبور به فرار شده اند. آخرین دستور تخلیه شامل مناطقی در خانیونوس به شمول بخش های از یک منطقه کمک های انسانی اعلام شده توسط خود اسرائیل می باشند. وانگی وزیر خارجه چین اعلام کرده که کشورش از ایران در دفاع از حاکمیت و امنیتش حمایت خواهد کرد. خبرگزاری ریوترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه چین گزارش داده که آقای ای در جریان صحبت تلفنی با علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران یک بار دیگر ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران را تخطی از حاکمیت ایران و تهدید و ثبات منطقه دانسته است. این در حال است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور نوی ایران دیروز کابینه را اعلان کرد که یک زن به نام فرزانه صادق به حیث وزیر راه و ترانسپورت در آن شامل است. استرالیا در پایان روز 16 همه بازی های اولمپیک قبل از مراسم اختتامیه بهترین دست را در تاریخ این بازی ها حاصل کرده و از نظر بردن مدال ها به شمول 18 مدال طلا در مقابل چهارم قرار گرفته است. در آخرین مسابقات مت ریچردسن ورزشکار بایسیکل سواری در مسابقه کایرین مردان مدال نقره را که سومین مدال او در این بازی ها بود به دست آورد. همچنان در عین مسابقه مت گلیترز ورزشکار بایسیکل سواری برای اولین بار به صورت انفرادی مدال برونز را به دست آورد. این بود خلاصه از مهمترین اخبار از برنامه دری اس آدیو. شما می توانید گزارش های بیشتر درباره موضوعات گون و گون را در وبسایت ما به آدرس اس بی اس بشنوید و بخوانید.